این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با اسماعیل ریمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون شما. ممنون. آقای ریمی، میشه که اشاره داشته باشیم به پروژه تپی؟ چنان که شرکت تپی در افغانستان میگه که تنها تا کنون 45% استملاک پروژه به پیش رفته و هنوز مشکلات خیلی زیاد فرآیندی از پروژه وجود داره. با این حال، آیا ما در زمانی که تعیین شده به خاطر عمل سازی پروژه تپی در افغانستان، ما میتونیم که کارهای خود را به موقع انجام بدیم یا هنوز مشکلات خیلی زیاد فرآیندی از پروژه وجود داره؟ تشکر. پروژه تاپی یک از پروژه بزرگ منطقوی است که از دید اقتصادی اجتماعی سیاسی بر ما اهمیت نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشور منطقه اهمیت بسزایی داره. مطابق گزارش شما که اشاره کردن، سروی استملاک زمین ها کامل خلاص شده و کار استملاک خود زمین ها در حدود 45% که گزارش شد انجام شده و کارش مطابق پلان پیش میره. چند مسئله که برای پروژه تاپی بسیار زیاد مهم است. پروژه تاپی یکی از پروژه است گفتیم که سرزی بحث و گمانای بسیار زیاد از سال 1990 جریان داشته. در سال 2003 برای اولین بار کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان موافقه کردند که گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان برند. سه ماه بعد در مارچ 2010 بر اساس دعوت که برای کشور هند هم شد، کشور هند هم در این پروسه شامل شد. یعنی این پروژه که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندستان است، در سال 2003 بحث ازش شروع شد، مذاکرات تکنیکی جریان پیدا کرد. در سال 2010 بالاخره موافقتنامه بین حکومتی امضا شد که پروژه باید از این مسیر بگذره. در سال 2013 بالای کنسرسیومی که از شرکت‌های گاز 4 کشور ترتیب شد که سرمایه‌گذاری سرزی شروع شود، که خود ترکمن گاز که 85% سهم زیر داره، ای در اساس امی کنسرسیوم قرار گرفت و 15% سهم دیگه که از برای 3 کشور 5% اینام سهم داره. از او به بعد کارا شروع شد. کارا دو مرحله پیش میره. یکی در مرحله پیش از تصمیم برای سرمایه گذاری که امار خود ساختمان پایپلاین است و دیگه مرحله خود بعد از تصمیم بر سرمایه گذاری که کار امار است. در مرحله قبل از تصمیم بر سرمایه گذاری 5 مسئله عمده و اساسی کل کشورها بالاش کار میکنه، که مسئله توافقنامه هاست، مسئله خود سروی های تخنیکی است، مسئله تامین امنیت و مینروبی و مین پاکی و مسائل است و مسئله عمده دیگه که است مسئله خود ارزیابی های اجتماعی محیط زیستی است که بسیار زیاد مهم است. فکر نمیکنین با توجه به زمانی که تعیین شده به پروژه تاپی در افغانستان، ما خیلی وقت از دست دادیم؟ متاسفانه در حال حاضر تنها 45% مسئله استملاک زمین های این پروژه حل شده و هنوزم در حدود، اگر ببینیم، بیشتر زمین ها مانده که باید استملاک صورت بگیره و مشکل استملاکش حل شود. در کنارش مشکل امنیت در افغانستان وجود دارد. با این چالش ها حکومت افغانستان میتونه که پروژه تاپی در افغانستان عملی بسازد؟ برعکس، باور ما ایست که در بین کشورهای که 4 کشوری که زی داخل است، افغانستان بسیار پیش قدم است در قسمت استملاک زمین، تامین امنیت. شما باید داشته باشین که این 1800 کیلومتر است، 800 کیلومترش از خاک افغانستان عبور میکنه و قیمت ارزش از این پروژه به 10 میلیارد دلار است. پروژه با این بزرگی نیازمند ارزیابی و تحلیل های محیط زیستی و اجتماعی داره. مطالعات تکنیکی بسیار زیاد زمانگیر کار داره، مسائل حقوقی، مسائل از ای که استملاک زمین که یکی از مسائل پیش زمینه است. برای ازی برداشت ما ایست که ما در قسمت استملاک سروی زمین مطابق پلان پیش میره، مسئله زمانگیر است. اما در این حال یک مسئله دیگه هم است که بر افغانستان این پروژه تاپی نه تنها یک پروژه تاپی بلکه یک دهلیز تاپی ما در نظر داریم. یعنی در این مسیر نه تنها لوله گاز ما در نظر داریم بلکه انتقال لین برق ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و حتی مسئله خطوط خط آهن از این مسیر و سرک. یعنی یا کلشان در یک دهلیز یا کریدور تاپی بر ما مطرح است. به این خاطر تثبیت زمین، سروی از او و بالاخره تصفیه از او یک مقدار زمان گیر است. هم به هیچ وجه ما عقب مانده نیستیم، مطابق پلان پیش میره و تعهد حکومت هم بالای ازی است و انشالله که پروسی استملاک و پروسی ماینروبی و مطالعات تخنیکی، مطالعات اجتماعی و
مویزیسی به مطابق پلانش پیش میره. اکنون که گفته میشه که چین نیز علاقمند است که در این پروژه شامل شود، آیا شامل شدن چین در این پروژه میتونه که این پروژه را با تاخیر روبرو بسازه یا خیر؟ مسئله اشتراک چین یک مسئله میدیایی است که از طریق رسانه مطرح شده. تا حال کدام پیشنهاد رسمی از چینل رسمی مطرح نشده. هر زمانی که مسئله مطرح میشه طبیعی است که چهار کشور در این پروژه داخل است. اونو خب اگر فرض کنیم که به گونه رسمی گفته شود که چین میاد این پروژه شامل میشه، آیا در نحوه این پروژه، در نحوه ساختمان از این پروژه تغییرات خواهد آمد؟ طبیعی است که مسئله که وقتی که بالای یک پروژه که چهار کشور موافقت نامه سال 2010 دارند و قرار بر اساس زو آغاز شده، کنسرسیومی که ایجاد شده، هر کشوری که در این پروسه داخل میشه باز این نیاز به این داره که هر چهار کشور بالای موافقه بکنه، هم از دید تکنیکی هم از دید تجارتیش بالای موافقه بگیره، در او قسمتش مشکل دیگه نیست. بله آقای رحیمی، اگر بیایم سر موضوع امنیت هم صحبت های داشته باشیم در مورد پروژه تپی که یکی از نگرانی های عمده در بخش امنیت متاسفانه در افغانستان است که بیشتر از ولسوالی های تپی میگذرد که در اونجا در حال حاضر ناامنی است، با این حال آیا تدابیر لازم از طرف نهادهای امنیتی گرفته شده؟ البته اگر شما در هماهنگی با اونها کار کرده باشید. کاملا امنیتی که از مسائل اساسی زی مسئله در زمان طرحش اتار در مسئله ارزیابی مسئله در نظر گرفته شده. در دو بود بالای تامین امنیت این پروژه بزرگ تمرکز صورت گرفته، یکی از بود از یک کشور یک پروژه منطقوی بزرگ است که ما از این سالانه تنها از ترانزیت گاز 400 میلیون دلار عاید میبریم. یعنی یکی مسئولیت های عمده نهادهای امنیتی ماست که در این پروسه اونا داخل هستند. از بود اجتماعی ها ما در تمام ولسوالی ها با مردم نشست ها داشتیم، ارگان های داخل که مردم در پروسه داخل بوده، چون این پروژه نه تنها که انتقال مسیر انتقال گاز است، امور ما گفتم بالای از دید حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که منعیس یک دهلیز اقتصادی منطقوی تبدیل شد و در این مسیر هر ولسوالی که در این مسیر قرار میگیره از بود اجتماعی، از بود اقتصادی و از بود امنیتی نفع میبره. از این خاطر تلاش ما است که مردم محل هم در این پروسه داخل باشه. یعنی ما هم از بود اجتماعی در قسمت تامین امنیت بالازی کار جریان داره و هم از بود امنیتی. در قسمت نحوه استفاده از گازی که افغانستان میتونن که از این پروژه به دست بیاید، آیا صحبت های صورت گرفته، آیا طرح روی دست حکومت افغانستان است که ما چگونه میتونیم که از این گاز استفاده بکنیم عملا در افغانستان؟ کاملا مقدار سهمیه که برای افغانستان است در اون قسمت صحبت شده. بعد از اینکه خود پروژه کار پایپلاینش تکمیل میشه، بسر ام قیمت گاز صورت میگیره و بعد از اینکه قیمت گاز تعیین شد، حکومت افغانستان به خاطر استفاده از این برای تنویر یا برای تولید انرژی برنامه خاص خود داره. پس از موضوع استملاک تا کنون 45% پیش رفته و پس از این ما شاید زی خواد بودیم که کارهای دیگر در بخش استملاک پیش میره، پس از استملاک دیگر کدام مراحل پروژه تپی آغاز خواهد شد؟ ممنون. هم گفتم پنج مرحله در قسمت چیز وجود داره پیش از اینکه ما کار ساختمانه شروع بکنیم. موافقتنامه است که از موافقتنامه 8 موافقتنامه رو ما تکمیل کرده، کشورها 4 کشور چیز 8 موافقتنامه دیگه تحت کار است که او موافقتنامه کشور میزبان است، موافقتنامه خود ترانزیت گاز است، انتقال گاز است، مقرره سیستم پایپلاین است، پروتکل امنیتی است و سایر 8 موافقتنامه دیگه است که وام تحت کار است. و دیگه مسائلی که از مطالعات اثرات اجتماعی و مویزیسی که شما هم در گزارشتان گفتن 85% تکمیل شده، که یک افغانستان یکانه کشور است که تانسته این کار خودم نسبت به کشورهای دیگه پیش قدم تر باشه. مسئله امنیت و ماین پاکیز با کمپنی که استخدام شده در حدود ارقامی که پیش ماست، مسئله 88% ساحه که سروی ماین و ماین پاکی بوده تکمیل شده. یعنی در او کار ما پیش هستیم. امور رقم که پیشتر گفتم در مسائل امنیتی و یگپام ما در دو بود کار شده پیش بردیم. مسئله دیگه که از مطالعات تکنیکی و دیزاین تکنیکی از پروژه است. در او کارم پیشرفت‌های زیاد شده، مسیر تعیین شده، مسیر هم از نظر تکنیکی کارهایی که دو زمینه انجام یافته ما نسبت به کشورهای دیگه بسیار پیش قدم تر هستیم. یعنی مطابق پلانی موارد کلش پیش رفته است. تشکر، سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتید. تشکر شما.